درگیری ها در ورسج تخار، تلفات طالبان سرسام‌آور، سفر عاجل ملا یعقوب و ملا برادر با قطع انتحاری به پنشیر، گشت زنی سربازان جبهه مقاومت در منطقه آبشار پنشیر، و در پایان دومین آتش سوزی که آمریکا آن را فاجعه خواند در تاریخ آن کشور رقم خورد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. هشت صبح می نویسد: منابع محلی در ولایت تخار می گویند که آتش نبرد میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولسوالی ورسج این ولایت دوباره بالا گرفته است. گفته می شود که درگیری ها روز یک شنبه 18 ثور پس از آن رخ داده است که نیروهای طالبان به دره ایمن در حوزه قندوز ولسوالی ورسج رفته بودند که با نیروهای جبهه مقاومت ملی روبرو شدند. منابع و روزنامه هشت صبح میگویند که در نتیجه درگیری های یکشنبه شب 12 تن از نیروهای طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته این منبع در این نبردها 4 رنجر طالبان نیز تخریب شده است. شماری از باشندگان محل میگویند که طالبان هنوز در دره ایمن حضور دارند و احتمال درگیری های بیشتر میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان می رود. مسئولان محلی طالبان در تخار تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. پس از عید فطر آتش جنگ در جبهات مختلف بالا گرفته است. پنچیر، تخار و بغلان از جمله ولایت های اند که درگیری نبردهای سنگین در این شب و روز بوده است. خبرگزاری افق می نگارد: گزارش های آکی است که ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان و ملا برادر معاون رئیس الوزراء روز یکشنبه با کاروانی از نظامیان مربوط به قطع انتحاری طالبان به پنشیر رفتند. این در حالی است که جبهه مقاومت اخیراً مدعی حملات مرگبار علیه طالبان در پنشیر و تخار شده است. ملا یعقوب و ملا برادر در حالی به پنشیر رفتند که جبهه مقاومت ادعا می کند که در حملات آنها شماری از نیروهای طالبان در پنشیر و تخار کشته شده و برخی مناطق به دست آنها افتاده است. طالبان اما این ادعاها را قوی رد می کنند. جبهه مقاومت شمار تلفات طالبان را حدود 60 تن می داند و می گوید پس از آن طالبان در ولسوالی های دره، آبشار و شتل به سختی شکست خوردند. شماری از آنها از محل فرار کرده و به کابل برگشتند. اما ملا یعقوب و ملا برادر با شماری از طالبان قطعات بدوی یعنی انتحاریان به پنشیر رفتند. گزارش های نیز درباره انتقال اجساد و از زخمی های طالبان از پنشیر به یک شفاخانه در کابل منتشر شده است. خبرگزاری افق به طور مستقل قادر به تایید این ادعاها نیست. در ولایت های غزنی، ننگرهار، تخار، بغلان و بدخشان هم ادعاهای مشابه درباره کشته شدن نیروهای طالبان در نتیجه حمله جبهه مقاومت منتشر شده، اما هیچ یک از این گزارش ها تاکنون مستقلا تایید نشده است. در غزنی اما گفته می شود که طالبان ممنوعیت من رفت آمد شبانه وضع کردند، جایی که گزارش شده چند شب پیش پایگاه پیشین نیروهای خارجی در آن آماج بمباران هوایی بی سرنشین ناشناس قرار گرفته است. از پنشیر هم خبر می رسد که طالبان اقدام به بازداشت گسترده و شکنجه غیر نظامیان به زن عضویت و همکاری و ارتباط با جبهه مقاومت می کنند. در تخار هم خبرهای مشابه منتشر شده است. سیام نایاب روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: گشت زنی سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه آبشار ولسوالی دره پنشیر، پیش به سوی آزادی. و در پایان دومین آتش سوزی بزرگ تاریخ آمریکا که در ایالات نیو مکزیکو جریان دارد به دلیل شرایط آب و هوایی و پیامدهای غیر قابل پیش بینی روز به روز گسترده تر می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رسما فاجعه بزرگ اعلام کرده است. آتش سوزی کوه هرمید همکنون بیش از یک ماه است که ادامه دارد و منطقه بزرگتر از شهر شیکاگو را در بر گرفته است.
بسیاری از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند و هزاران نفر نقاط نزدیک به این آتش سوزی را تخلیه کردند. وزش باد، دمای بالای هوا و شرایط خشک منطقه موجب شده تا انتظار افزایش شدت آتش سوزی وجود داشته باشد. سرویس ملی آب و هوا در آلبوکرکی توییتی را منتشر کرده است که در آن نسبت به ادامه طولانی مدت آتش سوزی هشدار داده شده است. میشل لوژان گریشام، فرماندار ایالت نیو مکزیکو، از مردم ساکن در مناطق اعلام شده خواست که فوراً این محل را تخلیه کنند. او در توییت نوشت: امشب وارد یک دوره فوق‌العاده خطرناک آب و هوایی شده ایم که موجب تشدید آتش سوزی می شود. با افزایش بادهای شدید ممکن است شرایط بدتر شود و پشتیبانی هوایی هم محدود شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این هفته وقوع فاجعه بزرگ در نیو مکزیکو را اعلام کرد و راه استفاده از منابع فدرال از جمله کمک‌های مالی را برای افراد آسیب زده را باز کرد. رستوران ها و خوراک فروشی ها در شهر لاس وگاس با 13 هزار جمعیت بسته و مکاتب هم یا تعطیل شده و یا تنها به صورت آنلاین از راه دور برگزار می شود. این آتش سوزی عظیم بیش از 691 کیلومتر مربع را تاکنون از بین برده است. گفته می شود که این آتش سوزی در 6 اپریل آغاز شده، اما پس از آن با آتش سوزی دیگر ادغام شده و بزرگتر و بزرگتر شده است. تعداد آتش سوزی های بزرگ در دهه های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. با گفته سازمان اقلیم مرکزی که یک نهاد مستقل از دانشمندان و روزنامه‌نگاران در آمریکا است، هنگامی که آتش سوزی ها را با دهه 1970 مقایسه میکنیم، آتش سوزی های بزرگتر از 10,000 هکتار یعنی 40 کیلومتر مربع اکنون 7 برابر بیشتر در غرب ایالات متحده اتفاق افتاده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.